هر تیره یه نقشه خود خاص خودشو داره. فرش کشکولی مال فیروز آباده. فرش عقد پنی هسته. هویت هر شهر و دیاری خلاصه میشه از اماکن تاریخی، جای دیدنی و صنایع دستی اون شهر و دیار. توی شهر شیراز هستیم و حتما میدونید که اماکن تاریخیش چیا هست، شاید چند بارم دیدید، ولی شاید خیلی از صنایع دستی شیراز آشنایی نداشته باشن. خب خیلی هم هست. توی این ویدیو رفتیم سراغ فرش و گلیم استان فارس که ببینیم چیا هست و چه جوریه، چه جنسی داره، چه قیمتی داره. الان دقیقاً نزدیک بازار وکیل هستیم. اینجا یه تیمچه هست که مخصوص همین چیزا هست و اینجا هم سر نلبندان و روبرونم مسجد وکیل. تو این ویدیو هماهنگ کردم با جناب آقای یوسفی که اینجا مغازه و حجره فرش فروشی دارن. سلام آقای یوسفی عزیز، خوب هستید؟ خوبید؟ ممنون، سلامت باشی. امروز اومدیم خدمتتون که یک ویدیوی داشته باشیم، معرفی فرش و گلیم استان فارس. ببینیم چه محصولاتی تو این بازار وکیل پیدا میشه برای خرید، قیمتها چجوریه. ممنون میشم یه توضیح مختصر بدید. خواهش کنم، در خدمتتون هستم. نگاه کنید، الان فرشایی که ما داریم مال استان فارس هست و استان چهارمحال بختیاری. حالا سعی می‌کنم فرشای قشقایی رو بهتون معرفی کنم. این مثلا فرش آباده هست، طرح لچک تورنج میگن، پشم هست. بعدیش فرش یلمه است. بعد جسارتاً اندازه و قیمتش 1.5 در 1 هست این. قیمت حدود 11500 در میاد. 11500. بله بله. فرش بسیار خوبیه، پردوامه. این بعدش هم فرش باز یلمه اصفهان هست. تمامش پشمه. فرش اینم میگن تورنج. اینم تمام پشم و قیمتش هم اینم باز همون 11 تومن. 11500. این فرش بعدی فرش کشکولی مال فیروز آباده. طرح بوته ترمه میگن، بوته جقعی هم میگن. اندازش هم 1.5 در 1 هست. این درمه 14 تومن. یه مقدار گرونتره به خاطری که ریشه هاش پشم مرینوس هست. مرینوس، بله. دیگه اینم که فرش بختیاری باز 1.5 در 1 پشم هست، رنگاش هم ثابته، طرح باز تورنج، 11.5 تومن. درست. فرش بعدی هم باز فرش چهارمحال بختیاری هست، طرح سرو و کاج بهش میگن، پشم است، رنگاش هم ثابته. اینم طرح سرو و کاج، اندازش هم 1.5 در 1 10 تومن. بعد یه سوال داشتم آقای یوسف، ایران معروف به
گستردگی فرشاش نقش و نگارش هم از تبریز و یزد و اصفهان و کرمان داره. حالا توی استان فارس چیزی به خصوصی هست که نقش به خصوصی داشته باشه؟ نقش مثلا خصوص که نه چیز خاصی، ولی خب اینا بستگی به بافتش داره. یه سری از فرش های همان همین استان فارس یعنی فیروزآباد هست، مثل این مثلا اندازش 1.5 در 1 که تمام پشم مرینوس هست. بله خیلی هم ریز بافته، حدود 60 رج ریز بافتیشه، مثلا این در حدود 38 میلیم تومن. پس این درست هر چقدر ریز بافتر باشه گرونتر میشه. بله دوامش بیشتر میشه، پرکارتره، یعنی زمان بیشتری برده برای آماده کردنش. این هم فرش بعدی، اینجا فرش شوربا کلی هست. سلام علیکم. این هم باز فرش یه تیره قشقایی بینام شوربا کلیه، اندازش 1 در 1.8 در میاد 25 میلیون تومان. این در میاد 22 میلیون تومان. این سمت هست البته ها، دو در 1.5 تقریبا. بله چه سایزی باید به نظرتونه؟ خب حالا کدوم بدیم؟ خب بیشتر اونایی که مثلا فارس و این چیزا معرفی کنید. من فارس مثلا این من فارس باشه، مثلا این بهش میگن قشقایی، قشقاییه تیره نفر بهش میگن. هر تیره یه نقشه خود خاص خودشو داره. بیشتر قشقایی رنگ قرمز استفاده رنگای لکی و قرمز استفاده میشه و تمام پشمش هم خیلی خوبه، رنگا هم ثابت، تنوع هم زیاد داره. خیلی شما بله. گیلیم هم داریم؟ گیلیم هم بله، گیلیم قشقایی هم داریم. اینا مثلا گیلیم قشقاییه، حدود 4 متره. باز گیلیم قشقایی هم دونه اون داره، پشمای طبیعی هست که اینا هست و پشمای مرینوس. یکم حالت زبر داره مرینوس ها. اینجا داریم این مرینوسه، کم بافتش نرمتره، بافتش ها هم ریزتره، هم پشمش نرمتره، قیمتاش هم نسبت به اونا 3 برابر تقریبا میشه. مثلا یه اینا 3 برابر طبیعیه. آره مثلا یه متر دیگه می‌کنیم در یکی قشقایی پشت طبیعی 1.5 این حدود 4.5 5 تومن. آره اینا مثلا پشت مرینوس هست، خیلی هم عالی، ریز بافت و رنگای شادی هم همش توش به کار رفته. اونا هم که دیگه مثل سوزنی های مال دشت مقان اردبیل. اردبیل شما انگار از جای دیگه هم دارید؟ بله صد درصد. بعد یه سوال داشتم آقای یوسفی، خیلی از قدیمی ها فرشای چیز ترجیح میدن به فرشای ماشینی جدید دست بافو، چه فرقی میکنه؟ چه مزیتی داره اینا؟ خب قیمتش هم خب خیلی بالاتر. اینا خب به هر حال پشم طبیعیه، فقط دست بافتا. فرشای ماشینی که همش آکریلیک و از پلاستیک هست و اصلا برای سلامتی هم اونا مضره، اونا چون پرزاش همش جذب ریه میشه، باعث مثلا سرطان ها، حساسیت پوستی به وجود میاره. درست. ولی پشم کار دست اصلا اینجوری. پس انگار برای سلامتی اونا بله پیشنهاد نمیشه ماشین. اصلا خیلی عالی. این چیزایی که به دیوار زدید چیه؟ اونا هم بهش میگن چنته. چنته آره. اینا باز بافته قشقایی قدیمی، نو هم داخلش هست. اینا هم قبلا جا قرآنی میذاشتن یا برای تزئین یا به عنوان کیف روی کود استفاده میکردن. پشتی و بالشت هم داریم؟ پشتی هم که بله، اینا هم پشتی هایی باز قشقاییه، اینا هم بالشت هایی باز قشقاییه. اینا هم مثلا جفتش یه چی بدوده 1.4 میلیون تومان در میاد، دونه 700 تا. دونه 700 تا بله. یا مثلا این پشتی قشقاییه، اندازش هم اینا 60 در 60، در میاد جفتش حدود 2.800 3 تومن. بله خیلی هم عالی.
ممنون از راهنماییتون. بعد شما برای بقیه شهرها کشورهای دیگه هم ارسال دارید؟ بله بله بله، اگه مشتری خرید. خب بریم برای ادامه مسیر. اینجا هنوز فرش فروشی ها تموم نشده و انقدر زیاده که تمومی نداره. اینجا سرای فیله که موقعی که این بازار رو درست کردن اینجا رو گذاشتن برای کسی باری چیزی میاد میاره یا میبره از اینجا بارگیری کنه. خب حجره بعدی هماهنگ کردم که یه گپ و گفتگوی داشته باشیم. سلام عرض، خسته نباشید. خب شما حجرتون به نام چی هست؟ اینجا مغازه جهانشاهیه، به نام جهانشاهیه بازار شمشیرگرا، جنب مسجد وکیل. بله. خب شما فرشای چه سبکی دارید؟ والا ما کل فرشای ایران رو کار میکنیم. الان عمده کارمون فرشای قشقاییه. قشقایی استان فارس. آره تماما رنگا گیاهیه، پشماشون هم دسترس فوق دادن با کیفیته. بله خب همه فرشای ایران رو داریم، کار اصفهان رو داریم مثلا اینجا. کار اصفهان؟ بله، اردکان یزد هست، تبریز داریم. چه اندازه و قیمتش هم اگر والا دیگه قیمت ها و اندازه هم که همه جوری داریم. از سایز یک متری که شما بخواید مثلا ما داریم موجود. یک متر شما سایز مثلا دم در موازه 24 متری 40 متری همه سایز ها رو داریم. درست. قیمت ها هم که دیگه از هولوش مثلا فرشای قشقایی از هولوش متری 3-4 تومان شروع میشه تا متری 10 تومان فرشای قشقایی. تبریز ها قیمت هاش از متر حدودا 20-25 میلیون تومان شروع میشه تا دیگه مثلا یه فرش 6 متری قشقایی حدود 80 میلیون شروع میشه به بالا. دیگه جنس و تراکم این چیزاش بستگی داره، گرونتر میشه. رنگاش، نقشه‌اش، همه اینا تو قیمتش تاثیر داره، منطقه بافتشون، همه اینا متفاوته. اونایی که گذاشتید اینجا چه سبکی هم؟ تبریز میزنن؟ اونا نه، اونا مثلا اونا قشقاییه که کوهی، یه منطقه هستن که فیروزآباد استان فارس. یه یعنی طایفه هستن، طایفه کوهی بهشون میگن. تمام رنگای فرش طبیعیه، یعنی رنگای گیاهیه، پشمشون هم کامل دسترسه، یعنی 0 تا 100 فرشا کلا طبیعیه، دسترس و کار دست. خیلی فرش کورکا همیشه مثل تبریز و اصفهان نه، اکثر رنگاشون مصنوعیه. آها. یعنی شیمیایی رنگاشون و اونا خیلی کیفیتاش بیشتره. هر چقدر طبیعی تر باشه بهتر و گرونتر بهتر. و برای سلامت اونا چون ابریشم توش کار شده قیمتش بیشتر. ابریشم ولی در کل برای دوام و اصالت فرشای قشقایی اونا خب بالاخره خیلی ابریشم هم یه جور گیاهی دیگه. ابریشمش گیاهیه ولی رنگای عوض کرد، یعنی اگه مثلا فرش آب بریزروش رنگا قاطی میشه. بله خب اونا چون گیاهیه تمام رنگا ثابته، هیچ مشکلی برای رنگ نداره. مثلا یکی از این فکر کنم یزدی هر یزدی اینو میشه. بله این فرش اردکان یزده. اینا قیمتشون چقدر؟ اینا برای فرشه مثلا قیمت های مناسبه دیگه. الان اینا جفت چهار متری قیمتش مناسبه، مثلا فرشای بازاری تو اکثرا قدرت خریدش دارن جفت 4 متری در میاد 35 میلیون. بازارش هم خوبه، خوب خرید نسبت به بقیه فرشا چون کم پول تره. آره ولی اونا دیگه یکم لوکستر. بله اونا دیگه فرشا الان لوکستر و مشتری خاص. ممنون شما. خب اینم از فرش جهانشاهی. اینم از سرای شمشیرگرا بیرون. البته اینجا مرکز اصلی فرش و این چیزا نیست، اینا خود بازار وکیل. همیشه شلوغ، تقریبا ساعت 12:30 ظهره ولی دیگه شلوغ. هوا هم اینجا خنکه.
نگه داری سر زورم غذای خونگی میاد. مرکز اصلی فرش فروشا توی بازار وکیل اینجا سری فرش فروشا که خیلی مشهوره. قیمت هم دیگه حدودی دست همون اومد چیه گیلیما و فرش های قشقایی فیروزآباد یزد اصفهان تبریز و البته ندیدم اینجا تبریز هم فرش های خیلی معروفی داره. سلام جانم، خسته نباشید. این تابلوهاتون حدودا چند قیمته؟ از 4 میلیون به بالا. دیگه هر کسی سبک دوست داره، ولی فکر کنم منظره چی باشه؟ و این یکادا معروفه. و این یکادا چنده؟ مثلا این چنده؟ 4 تا. این 25 میلیون تر گل و من تابلو فرش های قشنگ هم اینجا هست فرش های خیلی خوشگل دارم ای شد یه همه هایی میکنم اینجا هم بریم
صحبتی دارم اوکی نبودم ولی فرشای تبریز داشتن متری 60-70 میلیون به بالا، مثلا یه فرش 3 متری تقریبا 200 میلیون، یه فرش تبریز و معروف و زیبا و قشنگ. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ایام عید یه ویدیو گرفتم سوغاتی شیراز سفت و صد رو براتون نشون دادم و یه معرفی داشتیم از سوغات شیراز. آخر ویدیو بهتون پیشنهاد میشه میتونید ببینید، از همین محیط گرفتم خیلی با جزئیات بیشتر. فرش پارسیان تبریز، فرش تبریز یکم لوکسه توی فرش ایرانی و گران قیمت هم برای کسایی که معمولی بخوان بزن زیر پاشون یه فرش عادی، فرش یزد رو انتخاب میکنم. خب رسیدیم به جای ابتدایی که فیلم گرفتم، این نظری داشتید ممنون میشم برام بنویسید. اگه فرشی هم خواستید میتونید هم توی بخش کامنت ها هم توی اینستاگرام اینم توریستا به این پیام بدید که بیام مثلا از مدلی چیزی براتون عکس بگیرم، اگه خواستید میتونید تهیه کنید. فعلا خدا نگه. I'm not going to do that.